بونژور لزمی، حالتون چطور؟ آقا امروز اکران فیلممونه و من خواستم که یه ولاگ بگیرم واسهتون، واسه کسایی که نیومدن این ولاگ رو ببینن که انگار اومدم توی اکران فیلممون. خیلی خوشحال میشدم که همتون رو میدیدم، ولی خب نشد، ایشالا سری بعد. حالا با هم حاضر شیم که بریم ببینیم که امشب چی میشه. بریم. قبل از همه چیز سابسکرایب و لایک و کامنت هم یادتون نره. مات به گلت. نمیدونم چرا شبیه این موشای آب کشیده شدم، از همون مستقیم اومدم خواستم ماسک مو بزنم، دیدم موام سری خوش شد، حالا پایینش یه ذره که خیسه ماسک مو میزنم. موام هم نمیدونم فازش چیه، یه ذره فره، یه ذره حالت داره، یه ذره صافه، اصلا واقعا نمیدونم، تکلیفش به خودش مشخص نیست. لباس کرم میخوام بپوشم و واسه یه لباس کرم به نظرم یه آرایش نود قهوه‌ای خوبه، نه به نظرتون؟ اگر خدا بخواهد. بله. اوکی، خیلی استرس دارم، ولی دیانا استرس نداشته باش، باید خیلی اوکی رفتار کنی. چه بعد زود حاضرشم برم کافه ارسلان ساعت 4:05، ساعت 4. ولی خب الان ساعت نزدیک 4 و من هنوز تازه دارم موامو درست میکنم و میخوام موامو خوش کنم و آرایش کنم و فکر کنم یک ساعتی کار دارم و مثل همیشه من دستم عصبانی میشن و من بعد یه تغییر تو خودم ایجاد بدم، ولی از این به بعد خدایی سعی میکنم زودتر از همه آماده شم. حالا این روز آخریه که حالا قبول نمیدم، ولی سعی میکنم. حالا نمیدونم این بسته باشه یا باز باشه، به نظرتون کدومش بهتر؟ به نظرم بسته باشه بهتره، نه عروسکی تره. نمیدونم، حالا تصمیم میگیرم ببینم چی پیش میاد. بچه ها بارونم داره میاد، یعنی من استرس اینو دارم که نرسن کسایی که میخوان بیان اکران به خاطر بارون و اینا. فقط مامانم که از این پشت همش رد میشه. گریه میکنه ماما، این خیلی بیشتر به من میاد تا تو. خب بچه من اومدم با یه ذره تغییر، شالمو عوض کردم، موامو بستم، گوشواره انداختم و اینکه نیم ساعت دیگه میرسیم، نشد برم کافه ارسلان، دیگه گفتم مستقیم برم سر اکران. و الان مامان جونی ما داریم. سلام، ما بزرگم، یعنی میشه مامانه مامانه. اینم از مامانه. سلام، خوشگل کرده. اینم پیشیمونه. خیلی ترافیکه ماشاءالله. بچه ها من رسیدم، فقط نمیدونم کجاه. اینجا کلی آدم هستن ولی نمیدونم اسکاسه. این پشت صحنه منتظریم. فقیری هم چقدر تاریکه اینجا، نور نداره. آه، سلام آقای یوب. سلام، حالت چطوره؟ من ماهی ام.
تو دریا دارم میرم. چه ربطی داره؟ از استرس زیاد اینجوری شده به خدا. من نه استرس نمیگیرم خدایی، بارت چهارمه ندارم یه چیز اجرا میکنم. استرس چیه اجرا میکنم؟ فقط چون همه جمعه میذاره جدیده، من تا حالا از این کار نکردم که ریلیزش رو میذارم تو بار دومته که تو سینما میبیننه. بار سومه. بچه بازیگر سینما هستم بابا، اول کار من دیکاپریو هم در این حد. از همین الان استرس گرفته، میگه برم دستشویی، بعد میگه من استرس نگرفتم. نه دستشویی نه، فیلمم طولانیه. آها آره، جرأت داری یه بار دیگه بگو. چیو؟ این حرفی که الان زدیو. من چیزی نگفتم. نه الان یه چیزی گفتی. تو چیزی شنیدی؟ چی گفت؟ شما بگو. من نگه، من سیبیل دارم. بچه برگشت گفتش که نصف اینا که هنوز نیومدن فالوورای تو هم مثل تو دیر میکنن. من گفتم همچین جمله‌ای. یکی اینو بزنه. آقا بزن من نمیزنی؟ آقا بزن من بزنی دیگه. آقا اشوار ندارم. آقا من خود ندارم، دستای من خیلی کم. آقا چقدر من دوست داری دست بکنم؟ نه روشه نمیسه. من که نمیگم اگه به افتخار دیانه من چه دست بکنم. بعدی بهم دست میده. دوستان، عزیزان، مهمان محترم، سلام. نه دیگه، نه این جمعیت این سرانی، سلام. یه بار دیگه بذاری انرژی داشته باشیم، سلام. خیلی ممنونم که امتشیم برای فیلم تلفانه کنشاری. من زیاد صحبت نمی کنم به این فیلم رو ببینیم، ولی قبلش چون ما انتهای برنامه قراره که بچه ها بیان بیان باتون عکس بگیرن، همه اول معرفی میکنم بچه ها رو. این دو نفر خیلی با هم دیگه دوستن، اصلا رفیق فابریک هم دیگه. نه 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 وایستا وایستا. نه 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 پسرم 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 پسرم. نه نه وایستا وایستا وایستا. یکیشون رو من انجام میدم، شما اسمشو بگین. کلا تو استوریا خیلی این کارو میکنه، اونایی که میشناسن میدونن چی میگن. من انجام میدم، شما اسمشو بگین. لیمتو به افتخارش. نفر بعدی این کلن مودش خوب نیه، یعنی هر آقا بهش زنگ میزنیم مهران رحمتی. همه میشناسنه. یکی دیگه دوست ما هست که داخل این فیلمه، این بنده خدا اگر برای ماشینش پیج میزد الان ماشینش 1,000,000 فالوور داشت، بیشتر از خودش ماشینش بیشتر تو اینستاگرامه. بعد این گنده ماست، یعنی ما میخوایم بگیم گندمون بیاد، بگیم این بیاد. خب بعد این رفتش، گوش بدید، این رفتش ماشینشو عوض کنه، ماشین جادارتر بگیر، ماشین کوچیک‌تر شد، 206 گرفت. پارسا نبیلو. این کلا عاشق تیک تاکه، یعنی شما آهنگ بذار این تو لحظه، یعنی جوادی عسلی داره تیک تاک میزنه. کیه؟ مهشاد تیموری. یه نفر دیگه هست، این بنده خدا همیشه آب میخواسته به شربت دادن. یکی از بچه یک روزگار مصطفی بابایی. یه از من زیاد نمیتونم باش شوخی کنم، میرم باشگاه دمان از روزگارمون در میره. نه نه نه، اونا که قسمت آخرن، این یکی یه داره گنده است. نه نه گنده است، نمیتونیم باش زیاد شوخی کنیم. امیر شیری. یه دوست عزیز داریم که بهش ما به اسم پدر دیانا میشناسیمش، خیلی با هم دیگه شوخی داریم. آقای رحیمی. در کنار ایشون یک نفر داریم. من خود ببخشید، خدای جرزنی هم هستن ایشون. آره 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 آره. یه نفر دیگه داریم، من خودم شخصا ازشون خیلی میترسم، یه نگاه چپ چپی بعد با آدم دارم میترسه. ایشون آکادمی. مرسی خانم قشقایی عزیز. بگم یه هر سلام بده همه بدونن، موقعی که میخواد پسرش رو صدا کنه میگه پیسرم. خانم کفیلی عزیز، مادری هر سلام. گوش بدین گوش بدین، من فقط میخوام با صدای جیغ و دست شما بیان اینجا. ارسلان کاشی و دیگر رایی. دیگه خودتون و بچه های صحبت کوتاهی بکنیم، بریم واسه دیدن فیلم. خانم ها مبارک.
خیلی خوشحالم که اومدید، خیلی خوشحالمون کردید. امیدوارم که از این فیلمی که ما میذاریم چند دقیقه دیگه لذت ببرید. درسته که زیاد بازیگرای خوبی نیستیم، ولی امیدوارم که دلتون رو شاد کنید. اول از همه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اول از همه باید دست به خاطر خودتون و خانوادتون بزنید. مرسی که بچه هاتون آوردید و امیدوارم که از دیدن فیلم لذت ببرید. بچه ها من آخر فیلم یه دونه تیک تاک دارم میگیرم، دوست دارم که این صحنه رو با هم دیگه ثبتش کنیم. لطفا تموم شد فیلم سر جاهاتون بشینید، میگم چی کار کنید و اینکه من دیگه حرفی نذارم فیلم رو ببینید. جدی یه دست به افتخار خودتون بزنیم، بریم واسه دیدن فیلم. مهم نیست که گفت سمایه بره خونه تلاو افتاده. حضور میدونم که میدونی برام هم مهم نیست. حرفا روز اول خواستگاری یادته؟ نه یه بردم به اینجا که روزه سکوت بگیری ها؟ شرکت در شکسته شد. چی؟ اونقدر این چند وقت اوضاع دلار به هم ریخته، اوضاع بازارم بدتر شد. واقعیت دیگه براتون درست کنم. دوستتون داری ماچ بکله یکی یکیتون. خب خدا رو شد که آخرش به خیر گذشت. من فقط حسامی بود که آخرش بیام به من پشت بدن که چرا این کار کرد. دمتون گرم بچه ها، خیلی عالی. خودم کیف کردم. پارسال ضبط شده بود، بعد دیگه تدوینش و اینا خیلی طول کشید، بعد دوست داشتیم که خیلی زودتر آماده بشه. بچه هم خیلی زحمت کشیدن واقعا. اگه دیده باشه مهراب ریش نداشت بود، یعنی ریش داره. آره همین رو می‌خواستم واقعا. بعد اکثر سکانسام تو یه روز گرفته شده، یه روز خیلی سخت، یعنی بچه‌ها همشون واقعا خیلی خسته شدن. سلام. من ریش نداشتم، ایشون هم مو داشت. آقا موقعی که برای این فیلم ها رفتیم فقط خواستم بهتون بگم که اون موقع اوضاع خیلی خوب بود، بابت حمایت و اینه خیالمون خیلی راحت بود. مطمئن باشید خیلی نیازتون داریم واسه ویدیو ها و اینکه امیدوارم کنارمون بمونید. همین خیلی گرم بود، یه آب به ما نمیدادن اینا، سفت. هم ایشون هم ایشون دوستانی که دادم رو میگوهد دقیقا. دوستان خیلی خوش اومدین، امیدوارم از دیدن فیلم لذت برده باشین. بچه ها امیر خواننده ستا موزیکی که شنیدید. امیدوارم نمایتتون رو ادامه بدین از بچه ها، واقعا لایقش خیلی بیشتر از این حرف ها، 100% تو عرصه بزرگتر میبینیمشون. امیدوارم اونجا به این دوباره همینجوری ازشون نمایت کنیم. سلام. مرا ارسلان آب داد. ناهارم دادم. چی ناهار دادم؟ شام دادم. من دادم هم دیانا ناهار و شام. نبودم من. رفتم خونه گرم بود. رفتم خونه. بعد از امروز میبری ناهار میستم. ولاگشو گرفتم راستی. ارسلان اگه ناراحت نمیشی؟ عجب بازی کردی. یه دست محکم. دست محکمتر. سلام. نوبت من. سلام. خدا وکیلی کمتر باید باشه. نه خیلی باسه ما همشون بیشن مگه من. بایستا. جیغ باسه تو دست باسه من. یک دو سه. جیغ باسه من دست باسه تو. من چیز یادم. جیغ باسه من. من چیز یادم. عجب آدمیه. خدا این گناه داره، یه دست به افتخارش بده. کارسا طرف دیانو، همه طرف دیانو، یه نفر یعنی اینجا نیست بگر سلام. بازی هم خوب بود واسه اولی بازی. خیلی استرس داشتم، گفتم نکنه بدبازی کرده باشم. آره از صبح تا حالا اصلا قش کرده بودم کف اتاقم، نمیتونستم پاشم. درسته که این اکران رو گذاشتیم برای بچه های شهرستان، انشالله اگر
بشه میخوایم که با بچه هماهنگ کنیم چند تا از شهرستانا رو بتونیم بریم و بعدش برای اونایی که ندیدن دارم بهشون میگم به امید خدا اگر اتفاقی نیفته بچه ها تو فضای مجازی این سریالشون رو پخش میکنن. خیلی زود این اتفاق براتون میفته و در کنار این قضیه اگر حمایتتون به اندازه کافی باشه انشالله یک سریال خیلی بزرگتر داریم که قرار بسازیم و اینو حتما بهتون بگم. ببینیم ما وقتی داریم این کارو میزنیم شاید 3-4 روز سر فیلم برداری باشیم ولی خدا سر شاهده بچه با هزینه شخصی خودشون دارن این کارو میسازن و ما هیچ امکاناتی نداریم. خیلی موقع پیش اومده برگشتن گفتم بچه اینستاگرامی هم ببینیم من خودم تئاتری هم ولی پشت این بچه اینستاگرامی همیشه گفتم اینا هر جا رسیدن به خاطر پشتکار خودشون بوده. هر کی میتونه تلاش بکنه برسه. به افتخارشون واقعا دست بزنیم. واقعا سنگ تموم گذاشتن. حالا چه اون دوره که تو پارک داشتن کار میکردن 12 ساعت شاید میرفتن تو پارک ما میستنن کلیپ میگردن چه بعدش که با دوربین کار کردن شاید بهتون بگم 3 روز با اخلاق بد بنده کنار میان 3 روز 12-13 ساعت فیلم برداری میکنن. همینی که الان دیدین 3 روز فیلم برداری 12 چیکار کنم؟ آها آره دیگه نداشتم بمیره دیگه نه نمرد واقعا این سری دفعه بعد ان شاء الله فیلم بعدی میکشیمش. بچه‌ها قبل هر چیزی خواستم تشکر کنم از مهمونای ویژمون خانم مهدیس، خانم پردیس فاطمی، سهر توافی، ستایش خانم، دوست ستایش خانم، مامانم، بابا، مامان بزرگم، خالم، سارینا، عشق من، کره‌ای من، آرزو، جیگر من هلیا و دیگه آقای محبود، المیرا آرزد، حامد آره دیگه باید همه رو بگی دیگه آن محمد رضا آرزد سلطان تیک تاک ایران یه بلندشو ببینن بابا رو کله دیشب نشد کامل ازتون تشکر کنم بابت همه چیز. مرسی که اومدید، اونایی که اومدید و اونایی هم که نیومدید جاتون خیلی خالی بود. ایشالله سری بعد یه همچین برنامه میذاریم که همه تون باشید از همه جای ایران. خیلی دوستتون دارم، خیلی خوش گذشت. جای اونایی که نیومدن خیلی خالی بود. بازم میگم ماچ به همه تون. مرسی که حمایتم میکنید، خیلی دوستتون دارم. این ویدیو تمام میشه تا همینجا. ساب و اینا هم یادتون نره. خلاصه کلی ماچ به کلتون. بای.